کنار یکدیگر قرار گرفتن، چه یکایی که این احزاب چه منافعی رو دنبال میکنن که موفق شدن با فرق یک رای روی کارون 59 و تا 60 و از یک طرف اسلامگرایان افراطی پشتیبان تروریسم حماس و آنانی که الاقصی را قلب اسلام میدانند و اخوان المسلمین، از طرف دیگه لیبرال دموکرات های افراطی، نو مارکسیستا، سوسیالیستا و میانه روهایی که به هر حال تا دیروز سه حزب لیبرمن، سعر و همینطور جناب بنت و لپید دست راستی بودند، یک هو آمدند و ایدئولوژی خودشون رو به کنار گذاشتند و میانه رو و چپ رو انتخاب کردند تا اینکه بتونن نتانیاهو رو از مسند قدرت به کنار بزنن. افشاگری هایی که در برنامه های قبل ما داشتیم راجع به قراردادهای محرمانه ای که بین احزاب امضا شده بود که به دست ما رسیده، به اندیشکده پارس یهود رسیده و همینطور اندیشکده ایدیا تی وی که در آن بحث و گفتگو با آن داشتیم با یکایک که کارشناسان ارشد خودمون چه از نظر امنیت ملی و دیپلماسی، چه از نظر سیاسی اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی، به این نتیجه رسیدیم یک جناب لیبرمن که تا دیروز بحث از این میکرد که به هر حال تا اندازه نجات پرست بود که بر ضد اعراب اعمال حاکمیت میکرد، میگفتش که اگر هر شهروندی که در اسرائیل هستن، حالا ممکنه 21% باشن یا بیشتر، اعراب اسرائیلی بدون آنکه به هر حال اشتراکی داشته باشن نمیتونن حق تابعیت داشته باشن، حق شهروندی رو داشته باشن و بودجه به آنها تعلق بگیره. چگونه ممکنه در حال حاضر لیبرمن که به هر حال میشه گفت تا اندازه‌ای عرب حراس بود، الان در کنار همان منصور عباس قرار گرفته و دولت بنت لاپید و عباس هستش که رئیس نخست وزیر اسرائیل رو انتخاب کرده و روی کار آورده، یعنی اخوان المسلمین هستند با کمک قطر و با کمک ترکیه و جمهوری اسلامی که دولت ائتلافی هشت حزبی اسرائیل رو کردن. اگر منصور عباس نبود، در اصل دولت ائتلافی هشت حزبی رو ما نداشتیم که بنت لاپید و عباس خوانده شده و سیاست هایی که در حال حاضر این دولت ائتلافی داره به پیش میاره در قبال سیاهکاری ها، در قبال آنچه که تعهد این دولت به اعراب اسرائیلی، اخوان المسلمین و اسلامگرا که در دوره جنگ 11 روزه با حماس که قلب اسرائیل موشک پرانی میشد، بیش از 5 هزار موشک به طرف اسرائیل پرتاب میشد، ما دیدیم که اعراب اسرائیلی، بدوی ها و افرادی که به هر حال ضد سیونیست بودند و افرادی که از پشتیبانی میکنند از تروریسم، آن همزیستی مسالمت آمیزی که در عکو و همینطور در حیفا، در یافو گرفته، در اورشلیم، در یکایک که شهرهای مختلف رو نه فقط که برهم زدن، بلکه ده ها کنیسه اسرائیل رو به آتش کشیدن، مدارس اسرائیل رو به آتش کشیدن و همینطور صدها ماشین رو به آتش کشیدن و یکایی که یهودیان که در این شهرهای مختلف با همزیستی مسالمت‌آمیز از پلیس درخواست کمک کرده بودند، جواب آره یا نه گرفته بودند که ما نیز از این حراس داریم که وارد جریان بشیم و کسی کشته بشه، از این رو خودتان را در خانه های خودتون بیایید و محصور بدارید که از این طریق کسی کشته نشه. از در بین هزاران نفر که به خیابان ها اعراب اسرائیلی رخته بودند، در این دولت ائتلافی در حال حاضر نه فقط که
به حال جزایی نگرفتن بلکه پاداش هم گرفتن. یعنی تعهد دولت بنت، لپید و عباس 53 میلیارد شکل که حدود 16 میلیارد دلار هست برای تأسیسات، برای یکایک این افراد بتونند عرب اسرائیلی که اسلام گرا هستند، ضد سیونیست هستند، در این دولت پس و سیونیستی بتونند به آنها داده بشه در عرض یعنی سالهایی که ما 4 سال آینده که در این دولت ائتلافی در کنار یکدیگر خواهند بود. یعنی به حساب آنچه که حق و سکوت هست، به حساب آنچه که سیاهکاری خوانده میشه، به حساب بلک میل خوانده میشه، برای اینکه آنان برای اینکه بتونن تاثیرگذار باشن و این تشکیل دولت رو بتونن در کنار یکدیگر نگه دارن و رأی اعتماد بگیرن، به هر حال از بودجه مملکتی اسرائیل میلیاردها میلیارد دلار در حال حاضر در اختیار عرب اسرائیلی اسلامگرا و ضد صهیونیسم گذاشته شده.